سلام، من آرش علایی هستم و شما بیننده برنامه 2.0 مجله خبری فناوری بخش فارسی صدای آمریکا که هر هفته روزهای جمعه در این ساعت برای شما پخش میشه. در برنامه امروز آغاز سال میلادی 2015 و دنیای فناوری 2.0 به پیشواز نمایشگاه CES 2015 می‌رود. گزارشی از کنفرانس خبری شرکت الکترونیک آرتس در لس آنجلس. دولت چین دسترسی کاربران را به سرویس جیمیل بست. و در انتها معرفی فناوری پنهان نگاری روی اینترنت. بیش از 3000 شرکت محصولات جدید خود را در نمایشگاه CES 2014 به نمایش گذاشتند. محصولاتی که قرار است در طول سال آینده به تدریج وارد بازار شوند. تم اصلی CES امسال تلویزیون‌های با کیفیت فرا HD یا UHD، تراشه‌های بسیار کم مصرف، چاپگرهای سه‌بعدی و فناوری‌های مربوط به صنعت اتومبیل سازی بودند. امسال سامسونگ و LG هر دو تلویزیون‌های جدید مقعر فرا HD خود را به بازار معرفی کردند. مقعر بودن صفحه نمایش یک تکه این تلویزیون‌ها باعث می‌شود تا کیفیت تصاویر سه‌بعدی پخش شده در آنها بسیار بالاتر از صفحات صاف و معمولی باشد. سونی، سامسونگ و LG رقابت بسیار شدیدی برای عرضه تلویزیون‌های بسیار بزرگ و فرا HD خود داشتند و هر سه شرکت نسخه های مختلفی از تلویزیون های 110 اینچی خود را در CES امسال به نمایش گذاشتند. بزرگترین شرکت تولید کننده تراشه در دنیا یعنی شرکت اینتل در CES 2014 اعلام کرد که قصد دارد بر تراشه های مخصوص لوازم موبایل مانند گوشی های هوشمند و تبلت ها تمرکز کند. اینتل امسال تعداد زیادی کامپیوترهای شخصی به بازار معرفی کرد که قابلیت تبدیل شدن به تبلت دارند. اینتل در CES امسال همچنین فناوری جدیدی را به نام ریل سنس معرفی کرد که قرار است روی کامپیوترهای شخصی مجهز به تراشه‌های اینتل نصب شود. ریل سنس برای ارتباط با کاربر از حواس اصلی انسان مانند حرکت چشم، بدن و صدا کمک می‌گیرد. شرکت انویدیا دومین تولید کننده بزرگ تراشه در جهان در CES امسال تراشه گرافیکی 192 هسته‌ای جدید خود را به بازار معرفی کرد. این تراشه با قدرت پردازش 2.5 گیگاهرتز تنها 5% تراشه های همکلاس خود انرژی مصرف می کند. یکی دیگر از تم‌های اصلی CES امسال چاپگرهای سه‌بعدی ارزان قیمت هستند که برای استفاده در منازل و یا شرکت‌های کوچک طراحی شدند. نمونه هایی از چاپگرهای سه‌بعدی با کیفیت بالا با قیمتی پایین تر از $500 آمریکا اکنون برای فروش در بازار جهانی موجود است. این چاپگرها قابلیت شبیه سازی سه‌بعدی تقریبا هر شی کوچک را در یک تا چند رنگ مختلف دارا هستند. فناوری های مربوط به دنیای اتومبیل هم در CES 2014 بسیار جلب توجه می کرد. شرکت آودی آلمان اتومبیل خودران یا بدون راننده جدید خود را در CES امسال به نمایش گذاشت. کیت الکترونیکی این اتومبیل بدون راننده تقریبا در یک تبلت کوچک جا می شود و برای هدایت اتومبیل از لیزر، رادار، حسگرهای تصویری و صوتی بهره می گیرد. شرکت BMW هم در همکاری با شرکت سامسونگ اپلیکیشن مخصوصی را روی ساعت‌های هوشمند گلکسی و برای اتومبیل سری i3 خود معرفی کرد. اتومبیل برقی i3 که سال پیش به عنوان یک اتومبیل مفهومی به بازار معرفی شد، اکنون قرار است به زودی به تولید انبوه برسد. اپلیکیشن جدید BMW به کاربر امکان می‌دهد از راه دور میزان ذخیره باتری را چک کند
و یا از راه دور سیستم های مختلف اتومبیل را روشن و یا خاموش کنند. سری بازی های سیم سیتی یکی از محبوب ترین و پرفروش ترین بازی های استراتژی در جهان به حساب میاد که توسط شرکت الکترونیک آرتس تولید میشه و تا حالا تونسته بیش از 175 میلیون نسخه در جهان فروش کنه. در طول ای3 امسال شرکت الکترونیک آرتس نسخه جدیدی از این بازی رو ارائه داد. با هم صحنه های از تریلر این بازی رو میبینیم. بازی سیمز 4 دقت بالا به جزئیات، قابلیت اضافه کردن ویژگی‌های شخصیتی به کاراکتر بازی و استفاده از هوش مصنوعی برای سریع‌تر کردن چرخه بازی. شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار طراحی کاراکتر بازی شخصیت‌های سیمز 4 را از نو خلق کنید. تمام اجزا و کلیه صفات‌های شخصیتی کاراکترها می‌تواند از پای تعریف شود. پیتر مور، مدیر عملیاتی شرکت الکترونیک آرتس که خالق و مالک برند سیم سیتی به حساب میاد، در طول کنفرانس خبری این شرکت در نمایشگاه E3 ویژگی های تازه بازی سیمز 4 را معرفی کرد. سری بازی های سیمز از پرفروشترین بازی های ویدیویی کل دوران به حساب می آید که تاکنون بیش از 175 میلیون نسخه فروش داشته. سیمز 1 در سال 2000 برای سامانه های ویندوز منتشر شد و تا مارچ 2002 بیش از 11 میلیون نسخه فروش کرد. در سیمز 2 شرکت الکترونیک آرتس فناوری سه‌بعدی کامل یا فول 3D را به این بازی اضافه کرد. سیمز 2 همچنین چرخه کاملی از زندگی تا مرگ را برای کاراکترهای بازی تعریف کرد. این نسخه از بازی در زمان خود چنان محبوب شد که شرکت الکترونیک آرتس 17 بسته اضافی یا اکسپنشن پک برای آن معرفی کرد. سیمز 3 اولین نسخه این بازی بود که برای دانلود آنلاین در سال 2009 عرضه شد. الکترونیک آرتس برای نخستین بار ویژگی آرزو کردن و خرید هدیه برای کاراکترهای دیگر بازی را به این نسخه اضافه کرد. نسخه آخر بازی سیمز 4 دارای ویژگی احساسات برای کاراکتر بازی است. نشریه تخصصی فناوری آرس تکنیکا چاپ آمریکا در مقاله این ویژگی بازی را ستود. آرس تکنیکا گفت که برای امتحان کردن این ویژگی کاراکتر اصلی بازی را در یک خانه بدون داشتن در و پنجره محبوس کرده. کاراکتر بازی در عرض 6 ساعت اعلام کرده که از این وضعیت خسته شده است. پس از 16 ساعت بسیار افسرده شده و تنها پس از 24 ساعت اقدام به خودکشی کرده است. این اتفاق و نحوه آزمایش خبرنگار آرس تکنیکا شاید روش جالبی برای تست کردن ویژگی‌های این بازی نباشد، اما مثال خوبی
از اضافه شدن احساسات و عکس العمل های مربوط آن در بین کاراکترهای بازی سیمز 4 است. کاربران چینی از روز 26 دسامبر نتوانستند به سرویس جیمیل دسترسی پیدا کنند. فعالان آزادی بیان در چین مانند وبسایت greatfire.org میگویند دولت چین مسئول قطع ارتباط است. شرکت گوگل هم در نامه‌ای به نشریه آمریکایی فوربس نوشته که از قطع شدن سرویس خود در چین آگاه است و چندین بار سرویس‌ها و سرورهای شرکت را برای اطمینان آزمایش کرده و مطمئن است که اشکال فنی از طرف شرکت گوگل نیست. دولت چین هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده، اما در چند ماه گذشته اخباری در مورد نسخه جدید سیستم فیلترینگ هوشمند این کشور به نام دیوار بزرگ چین منتشر شده که حاکی از تلاش دولت برای محدودتر کردن دسترسی کاربران چینی به اخبار و مطبوعات دنیای آزاد است. دسترسی به سرویس جیمیل در چین از ماه جون امسال و درست در 25 امین سالگرد تظاهرات دانشجویی میدان تیانانمن مختل شده بود، اما کاربران می توانستند با استفاده از VPN و یا سرویس های ایمیل مایکروسافت آوتلوک و اپل میل به جیمیل دسترسی پیدا کنند. حالا همان روزنه دسترسی به جیمیل هم بسته شده. وبسایت Great Fire که اخبار مربوط به سانسور آزادی های بیان در چین را منتشر می کند در مقاله ای ادعا کرد که هدف دولت چین از محدود کردن دسترسی کاربران به جیمیل ضربه زدن به شرکت گوگل است. سردبیر این نشریه در ادامه مقاله خود اشاره می کند که دولت چین با این کار حتی می تواند به تجارت جهانی گوگل هم ضربه بزند، چون حجم بالایی از ترافیک گوگل از طریق سرورها و یا کاربران مستقر در چین رد می شود و بسته شدن دسترسی به جیمیل به طور بالقوه می تواند ترافیک داده جیمیل و گوگل را تحت تاثیر قرار دهد. نظرم سانسور در کوتاه مدت شاید به دولت‌ها کمک بکنه که دسترسی شهروندانشون رو به جریان آزاد اطلاعات محدود کنن، بتونن در واقع افکار عمومی رو کنترل بکنن، ولی همونطور که از طول تاریخ نشون داده شده این در واقع جریان نمیتونه پایدار بمونه. شهروندا از طریقای مختلف میتونن به اطلاعات مختلف دسترسی پیدا بکنن و در نهایت این خود سیستم سانسور هستش که در واقع به زیر سوال میره. از اونجایی که تمام فعالیت‌های اینترنتی شما در ایران از یک نقطه می‌گذره و اون نقطه توسط دولت ایران کنترل میشه، این امکان وجود داره که تمام اطلاعات شما به راحتی شنود بشه. در این صورت رد و بدل کردن مدارک و اطلاعات به اصطلاح حساس میتونه کار دستتون بده. برای جلوگیری از شنود اطلاعاتتون راه‌های زیادی هست. یکی از این راه‌ها فناوری به نام پنهان نگاری یا استگناگرافیه. نرم افزار کامراشای به شما اجازه میده از روی کامپیوترتون پنهان نگاری رو به سادگی انجام بدید. با استفاده از کامراشای شما یک عکس خیلی عادی رو میگیرید و هر سندی رو که خواستید در اون پنهان میکنید. بعد روی اون یک رمز عبور میذارید و نرم افزار کامراشای این بسته رو رمزگذاری میکنه. وقتی دولت مشغول شنود اطلاعات، تنها چیزی که میبینه اون عکس عادیه و نه اطلاعات پنهان شده درون اون. وقتی گیرنده عکس شما رو میگیره، با ورود یک رمز عبوری که مثلا با تلفن از شما گرفته میتونه محتوای مخفی شده رو استخراج کنه.